نمایندگان پارلمان اتحادیه اروپا روز پنجشنبه ششم اردیبهشت در استراسبورگ با تصویب قطعنامه بر حمایت کامل خود از امنیت اسرائیل تاکید کردند. آنها در عین حال از حمله منتصب به اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق پایتخت سوریه ابراز تعصف کردند نمایندگان پارلمان اروپا با تصویب قطعنامه خواستار افزودن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و کلیت حزب الله لبنان به فهرست سازمان های تروریستی از سوی اتحادیه اروپا شدند آنها ضمن محکوم کردن شدید حمله موشکی و پهبادی جمهوری اسلامی به اسرائیل و حملات همزمان حزب الله و حوسی به بلندی های جولان و دیگر مناطق اسرائیل نسبت به افزایش تنشها در خابر میانه ابراز نگرانی و حمایت قاطع خود از اسرائیل و شهروندانش را اعلام کردند. این قطنامه با 357 رأی موافق، 20 رأی مخالف و 58 رأی ممتنع به تصویب پارلمان اروپا رسید. نمایندگان پارلمان اروپا در بخش دیگری از قطنامه خود همچنین حمله منتصب به اسرائیل علیه کنسولگری جمهوری اسلامی در روز 13 فروردین را محکوم و بر اهمیت اصل مسئول ماندن اماکن دیپلماتیک و کنسولی در چارچوب قوانین بین‌المللی تاکید کردند. قطنامه تصویب شده در پارلمان اروپا ضمن ابراز نگرانی شدید از نقش بی کننده جمهوری اسلامی و شبکه بازیگران غیر دولتیش در خبر میانه خواستار خیشتنداری حد همه طرفها برای جلوگیری از درگیری های بیشتر شده است. نمایندگان پارلمان اروپا در بخش دیگری از قطنامه خود از تصمیم اخیر اتحادیه اروپا برای گسترش تحریم ها علیه حکومت ایران از جمله در زمینه ی تولید و عرضه پهباد و موشک به روسیه و گروه های نیابتیش در خبر میانه استقبال کردند و خواستار اجرای فوری این تحریم ها و همچنین وضع تحریم های بیشتر علیه افراد و نهادهای جمهوری اسلامی شدند. قانونگذاران اروپا در این قطنامه با اشاره به فعالیت های بدخواهانه جمهوری اسلامی در خبر میانه خواستار افزودن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فهرست سازمان های تروریستی شدند. آنها از شورای اروپا و جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستند کلیت حزب الله لبنان را نیز به فهرست سازمان های تروریستی اضافه کند. اسرائیل کاتس وزیر امور خارجه اسرائیل قطعنامه پارلمان اتحادیه اروپا را به عنوان موفقیت دیپلماتیک دیگری برای اسرائیل و ضربه دیگر به جمهوری اسلامی توصیف کرد. در بیانیه وزارت امور خارجه اسرائیل آمده است ما در حال محکم کردن حلقه دورگردن رژیم جمهوری اسلامی هستیم. در جلسه پنجشنبه هانانی و من قانونگذار آلمانی در سخنانی خطاب به جوزپ بورل گفت باید سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی قرار بگیرد او با اشاره به حمله مستقیم جمهوری اسلامی به اسرائیل و نقض مستمر تعهدات هسته‌ای از سوی این حکومت خواستار یک طرح جایگزین امنیتی در سطح منطقه برای جلوگیری از گسترش سلاح‌های کشتار جمعی و آمادگی برای حملات جدید جمهوری اسلامی شد. قطنامه پارلمان اروپا ضمن یادآوری عدم پایبندی جمهوری اسلامی به تعهدات پادمانی خود در قالب برجام از مقامات حکومت ایران درخواست کرد فورا به این الزامات پایبند شوند و به تمامی مسائل مربوطه رسیدگی کنند. نمایندگان پارلمان اروپا استفاده جمهوری اسلامی از دیپلماسی گروگانگیری یعنی بازداشت و حبس شهروندان خارجی به عنوان ابزار چانه زنی را محکوم کردند و از اتحادیه اروپا خواستند از طریق ایجاد کارگروهی ویژه برای کمک به خانواده های بازداشت شدگان دوتابعیتی و خارجی و جلوگیری از گروگانگیری بیشتر راهبردی جدید برای مقابله با این رویکرد حکومت ایران اتخاذ کند قدامه پارلمان اروپا همچنین از تصمیم شورای اروپا برای راهاندازی عملیات نیروی دریایی اتحادیه اروپا موسوم به آسپیدس حمایت کرده و از جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش خواسته است آزادی و بازگشت ایمن خدمه اروپایی ربوده شده از کشتیهای در حال گذر از آبهای منطقه را تضمین کنند احمد رضا رادان فرمانده نیروی انتظامی کل کشور روز پنجشنبه ششم اردیبهشت ماه در سفر خود به قوم گفت 32 دستگاه متولی موضوع حجاب و عفاف هستند که متاسفانه برخی از آنان به های خود عمل نمی‌کنند و حتی در این زمینه مطالبه هم شدند او از ارائه جزئیات بیشتر در مورد نهادهایی که برای تحمیل حجاب اجباری پول میگیرند اما به گفته او به های خود عمل نمی‌کنند و حتی در این زمینه طلبکار هم هستند خودداری کرد احمد رضا رادان در ادامه دفاع از نحوه برخورد پلیس با شهروندان در مورد مسئله حجاب گفت یکی از تهمت هایی که به نیروی انتظامی میزنند آن است که پلیس فقط به امر حجاب و افاف توجه دارد که این گونه نیست مقامات جمهوری اسلامی با هدف بازگرداندن گشت ارشاد به خیابانهای ایران از روز شنبه 25 فروردین برخورد خشن با شهروندان را دوباره آغاز کردند و نام این طرح را طرح نور گذاشتند شدت عمل نیروی انتظامی و لباس شخصی در برخورد با زنان مخالف حجاب اجباری به گونه ای بوده که حتی اعتراض برخی از نیروهای هوادار جمهوری اسلامی را نیز برانگیخته است فرمانده نیروی انتظامی در ادامه سخنان روز پنج شنبه خود در مقام دفاع از این خشونت ها برامد و گفت که در مسیر اجرای طرح نور راه پرفراز و نشیبی داریم. احمد رضا رادان همچنین مدعی شد که نیروی انتظامی در مورد هجاب نگاه امنیتی ندارد. رادان در حالی این سخنان را بیان کرده که دبیر ستاد امر به معروف دوم اردی به هشت ماه با انتقاد از رفتار گشت ارشاد در موجه تازه که تحمیل هجاب اجباری در خیابانهای ایران گفت در طرح نور کار امنیتی است و فرماندهی نیروی انتظامی مستقیما با این طرح سر و کار دارد محمد حسین تاهری آکردی در گفتگو با خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران گفت مسئولیت ستاد امر به معروف در زمینه تحمیل هجاب اجباری از اردی بهشت به سال گذشته به ستاد افاف و هجاب زیر نظر وزارت کشور واگذار شده است. با وجود این همزمان با بالا گرفتن واکنش ها در شبکه های اجتماعی به موج تازه خشونت ماموران گشت ارشاد در جریان بازداشت زنانی که هجاب اجباری را رعایت نمی کنند ابراهیم رئیسی دوم اردی بهشت از بازگشت گشت ارشاد به خیابان دفاع کرد رئیسی روز یکشنبه اعلام کرد موضوع افاف و هجاب تکلیفی شرعی قانونی و سیاسی است که در توجه به آن هیچ گونه تردیدی وجود ندارد. بریتانیا تحریم‌های جدیدی را علیه صنعت پهپادهای نظامی ایران اعلام کرد. آمریکا و کانادا هم تحریم های جدید مرتبط با جمهوری اسلامی را وضع کردند که بخش تولید پهپادهای وزارت دفاع ایران را هدف قرار می دهد. وزارت خزانهداری آمریکا روز پنجشنبه ششم اردی بهش در بیانیه اعلام کرد که با هماهنگی بریتانیا و کانادا تحریم های خود علیه ایران را بیشتر کردند تا برنامه پهپادی ایران و استفاده از آنها توسط روسیه در جنگ اوکراین را محدود کنند. آمریکا بیش از دهها کشتی فرد و شرکت ایرانی را در ارتباط با برنامه هواپیماهای بدون سرنشین این کشور تحریم کرد. این تحریم ها تازه ترین نمونه در جواب به حمله تلافی جویانه جمهوری اسلامی علیه اسرائیل در 13 آوریل و همچنین در جواب حمایت تهران از گروه های شبه نظامی در خابر میانه است. بیش از ده نهاد، فرد و کشتی که متهم به ایفای نقش کلیدی در تسهیل و تامین مالی فروش مخفیانه پهپادهای ایرانی به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هستند مشمول تحریم های واشنگتن می شوند برایان نلسون معاون وزیر خزانه در امور تروریسم و اطلاعات مالی آمریکا گفت وزارت دفاع ایران با حمایت از جنگ روسیه در اوکراین حمله بی سابقه به اسرائیل و همچنین اشاعه پهپادها و سایر سخت افزارهای نظامی خطرناک برای تروریست های نیابتی به بی کردن منطقه و جهان ادامه می دهد. وزارت خزانهداری ایالات متحده همچنین اعلام کرد که واشنگتن دو شرکت و یک کشتی درگیر در حمل کالاهای ایرانی را هدف قرار داده است. ایالات متحده در اوایل ماه جاری میلادی هشدار داده بود که تحریم های بیشتری را علیه جمهوری اسلامی به واسطه حمله تلافی جویانه به اسرائیل اعمال خواهد کرد. وزارت خارجه بریتانیا نیز روز پنج شش نفر را در ارتباط با تولید هواپیماهای بدون سرنشین جمهوری اسلامی در فهرست تحریم های خود قرار داده است. دیوید کامرون وزیر امور خارجه بریتانیا در بیانیه ای گفت حمله خطرناک رژیم ایران به اسرائیل این خطر را به همراه داشت که به زایی بیشتر در منطقه و مرگ هزاران غیر نظامی ختم شود. به افزود که امروز بریتانیا و شرکایش این پیام روشن را ارسال کردند که ما ایران را مسئول این رفتارهای بی کننده می دانیم. بریتانیا همچنین اعلام کرد که ممنوعیت های جدیدی را برای صادرات پهپاد و قطعات موشکی به جمهوری اسلامی اعمال خواهد کرد تا توانایی های نظامی آن را محدود کند. همزمان وزارت خارجه کانادا گفت بر اساس مقررات اقدامات ویژه اقتصادی مربوط به ایران دو فرد و دو نهاد را در فهرست تحریم های خود قرار داده است. ملانی جولی وزیر خارجه این کشور روز پنجشنبه ششم اردیبهشت ماه اعلام کرد که کانادا غلامعلی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا محمد رزا آشتیانی وزیر دفاع قرارگاه خاتم الانبیا و ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را تحریم کرده است. خانم جولی با بیان اینکه رفتارهای جمهوری اسلامی و گروههای نیابتی آن به شدت نگران کننده هستند گفت کانادا و متحدانش آماده هستند و از اقدام در برابر رژیم ایران که به دنبال بی‌ثبات کردن صلح و امنیت منطقه است، دریغ نخواهند کرد. با اقدامات جدید کانادا تا کنون این کشور دویست فرد و دویست و پنجاه نهاد ایرانی را تحریم کرده است. ارتش اسرائیل اعلام کرد به دنبال شلیک دو موشک ضد تانک از لبنان به شمال اسرائیل زیرساخت های حزب الله در بخش های شبا و مرکبا در جنوب لبنان را هدف قرار داده است. بنابر بیانیه ارتش، توپخانه و تانک های اسرائیل به حمله حزب الله در منطقه شب آ پاسخ دادند. رسانه های لبنانی حمله اسرائیل در ساعات اولیه جمعه هفتم اردیبهشت به, به شب آرا را تایید کردند. حزب الله روز گذشته از حمله به یک کاروان نظامی اسرائیلی خبر داد و اعلام کرد که دو خودروی زرهی اسرائیلی را در یک کمین ترکیبی منهدم کرده است. این گروه شبه نظامی مدعی شد در این حمله از موشک های هدایت شونده برای هدف قرار دادن نیروهای اسرائیلی در نزدیکی منطقه رویسات العلم استفاده کرده است. جزئیاتی درباره شمار قربانیان این دو حمله منتشر نشده است. این چندمین تبادل آتش بین حزب الله و اسرائیل از آغاز جنگ هفتم اکتبر در نوار غزه است. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، 370 لبنانی از آغاز جنگ نوار غزه کشته شده که از این بین 240 نفر عضو حزب الله و 68 تن غیر نظامی بودند. ارتش اسرائیل نیز از کشته شدن 18 سرباز و غیر نظامی اسرائیلی در این درگیری ها خبر داد. سازمان شفافیت بین الملل که در زمینه مبارزه با فساد فعالیت می کند در گزارشی با اشاره به سقوط ای در فهرست کشورها ایران را در رده فاسدترین کشورهای جهان خواند بر اساس این گزارش که بهمن ماه گذشته منتشر شد جمهوری اسلامی ایران تنها با یک پله اختلاف با افغانستان در میان 180 کشور جهان قرار دارد موضوع فساد در حاکمیت برای بسیاری از مردم تازگی ندارد و هر از چندگاهی اخبار پراکنده از فساد مدیران دولتی و اختلاس و فرار آنها به خارج از کشور سرتیتر خبرها می شود و بلا فاصله با بحران بعدی فراموش می شود. با این حال افزایش اختلاس در سالهای اخیر و به ویژه افزوده شدن مدیران میانی به اختلاس کنندگان فراری نکته است که کمتر کسی به دان پرداخته است. فروردی ماه سال جاری گزارش هایی از اختلاس 108 میلیارد تومانی آرش اشتری مسئول مالی یکی از ادارات مالی سازمان بنادر نگاه ها را به پایین آمدن سطح اختلاس در مدیران پایه معطوف کرد هرچند که در بسیاری از موارد مقامات جمهوری اسلامی از پیگیری و بازگرداندن مجرمان سخن به میان میآورند اما آنچه که در عمل نشان داده می شود با مختوم کردن پرونده ها و دستورات فرمایشی هیچ اراده ای برای فساد زایی در کشور وجود ندارد اختلاس 3000 میلیارد تومانی در سال 90 که توسط محمود رضا خاوری مدیر اسبق بانک ملی صورت گرفت یکی از پرونده های جنجالی وقت بود با این حال چند هفته پس از این اختلاس علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی تاکید کرده بود که رسانه نباید این قضیه را کش دهند به گفته رهبر جمهوری اسلامی ادعی میخواهند از این حوادث برای زدن بر سر مسئولان سوء استفاده کنند از سوی دیگر با پایان یافتن حواشی مربوط به پرونده یک اختلاس که معمولا در زمان فرار یکی از مسئولان به خارج از ایران اتفاق می افتد بلافاصله پرونده دیگری نمایان می شود که گواه فساد سیستماتیک در کشور است اواخر سال 1402 پرونده فساد چای دبش که از زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی تا انجام آن عظیمترین و سنگینترین پرونده اختلاس بوده را میتوان نقطه عطفی بر فساد مالی مسئولان جمهوری اسلامی دانست. در این پرونده رقمی معادل 140 هزار میلیارد تومان اختلاص شد دولت سیزدهم و در رأس آن ابراهیم رئیسی که همواره در مبارزات انتخاباتی خود از برخورد قاطع با فساد سخن میگفتند بر اساس اسناد و مدارک که زمین ساز 90 درصد فساد چای دب شده بودند و بنا به گزارش برخی محافل غذایی برخلاف ادعای خود مبنی بر کشف این فساد و گزارش آن به قوه غذاییه نه تنها کوچکترین اقدامی صورت نداده بودند بلکه شواهد و قرائن نشان میدهد دولت به دنبال کتمان این فساد بزرگ بود متهمان و محکومان فراری که به جرم اخلال نظام اقتصادی و اختلاس و کلاهبرداری در خارج از ایران زندگی می کنند هر سال رو به افزایش هستند حکمرانان جمهوری اسلامی در طول زمامداری خود و به ویژه در سه دهه اخیر شمار قابل توجهی از مفسدان اقتصادی و کلاهبرداران را که در قالب مدیر دولتی در کشور فعالیت می کردند با جیب های پرپور روانه غرب کردند. پرونده بانک سرمایه، بانک ملی، پتروشیمی، بابک زنجانی، اکبر تبری، محمد مصدق و بانک پارسیان تنها بخشی از نام های اخلالگران نظام اقتصادی و اختلاسگران جمهوری اسلامی است و روز به روز به این نام ها افسوده می شود و باید دید جراحی اقتصادی که جزی از شعارهای دولت سیزدهم بود به کجا خواهد انجامید؟ با از سرگیری حملات به کشتی های تجاری در دریای سرخ طی دو روز گذشته پس از یک دور آرامش نسبی که به مدت دو هفته به طول انجامید عبدالملک حوسی رهبر شبه نظامیان حوسی مجددا مدعی شد که حملات موشکی و پهبادی این گروه شبه نظامی در دریای سرخ خلیج عدن و اقیانوس هند ادامه خواهد یافت رهبر حوسی ها پنج ششم اردیبهشت طی یک سخنرانی گفت که شبه نظامیان تحت رهبری او به دنبال گسترش حملات خود به کشتیها در اقیانوس هند هستند. او پیشتر آغاز حملات این گروه شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی در اقیانوس هند را اعلام و بر گسترش آن تاکید کرده بود. عبدالملک حوسی همچنین تاکید کرد که تا زمانی که جنگ در نوار غزه و محاصره این باری که توسط اسرائیل ادامه داشته باشد، حملات حوسی ها به جنوب دریای سرخ ادامه خواهد یافت. او علاوه بر این ادعا کرد که میزان هدف قرار دادن کشتی های مرتبط با اسرائیل به یک کشتی در هر دو روز می رسد. وی در ادامه افسود تعداد کشتی های اسرائیلی هدف گرفته شده در دویست دو روز جنگ غزه به صد و دو کشتی رسید است. رهبر شبه نظامیان حوسی همچنین با اشاره به اینکه این حملات برای واشنگتن گران تمام شده است گفت عملیات بیمه یک کشتی برای برخی شرکتها در آمریکا بالغ بر 50 میلیون دلار هزینه در پی داشته است به گفته وی اقدامات آمریکا برای توقف حملات به کشتی ها واشنگتن را از نظر مالی متحمل هزینه و از نظر اقتصادی بر آن تاثیر می‌گذارد. این اظهارات رهبر حوسی ها چند ساعت پس از حمله به یک کشتی در جنوب غربی عدن و یک روز پس از تلاش برای حمله به یک کشتی با 18 خدمه آمریکایی منتشر شد حوسی ها که از 19 نوامبر سال گذشته تا کنون کشتیرانی بینال را در دریای سرخ هدف حملات پهبادی و موشکی خود قرار می دهند مدعی که کشتی های هدف حملات آنها اسرائیلی بوده یا آزم بنادر اسرائیل است. ادامه تهدیدها و حملات تقریبا روزانه حوسی ها در دریای سرخ بسیاری از شرکتها را مجبور کرد مسیرهای طولانیتر و گرانتری را در اطراف قاره آفریقا طی کنند حملات حوسی ها به ویژه پس از حمله تلاویو به سفارت تهران در دمشق و در پاسخ آن پرتاب بیش از 300 پهپاد و موشک به سوی اسرائیل توسط جمهوری اسلامی نگرانی های مللی از احتمال گسترش جنگ و بی در منطقه خاورمیانه میانه را به طور بی سابقه ای تشدید کرد. Yeah. you شبکه خبری فاکس نیوز در تحلیلی به حمایت رژیم جمهوری اسلامی از جنبش ضد اسرائیلی در دانشگاه های امریکا پرداخته و می‌نویسد، حمایت جمهوری اسلامی از جنبش ضد اسرائیلی در حالی صورت می‌گیرد که صدها دانش آموز به دلیل سرپیچی از قوانین دانشگاه دستگیر شدند. رژیم جمهوری اسلامی رسما در جنبش ضد اسرائیلی کالج و دانشگاه های امریکا طرف معترضان ضد اسرائیلی را گرفته است از آنجا که صدها دانشجو در دانشگاه کلمبیا کالیفرنیای جنوبی پس از اعتراض و ایجاد اختلال توسط نیروهای پلیس بازداشت شدهاند رژیم جمهوری اسلامی عملا از آنها حمایت می کند از جمله در این رابطه حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی از معترضانی که از اسرائیل بد میگویند حمایت می کند او گفته واکنش مجریان قانون به اعتراضات جاری و دستگیری های گسترده آن عمیقا نگران کننده و موجب بیزاری است وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفته سرکوب و برخورد تند پلیس و نیروهای امنیتی امریکا با اساتید و دانشجویان معترض به کشی و جنایت جنگی رژیم اسرائیل عمیقا موجب نگرانی و انزجار افکار عمومی جهان است فاکس نیوز می نویسد وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی تظاهر کنندگان را نسبت به اعمال خود تشویق کرده و درخواست آنها از دولت بایدن مبنی بر توقف حمایت خود از اسرائیل را تکرار کرده عبداللهیان گفته کاخ سفید باید فورا حمایت از جنایات جنگی رژیم اسرائیل را متوقف کند و پاسخگو باشد فاکس نیوز مینویسد حمایت جمهوری اسلامی از جنبش ضد اسرائیلی در حالی صورت میگیرد که دانشجو به سرپیچی از مدیران دانشگاه ها و قوانین دانشگاه ها دستگیر شدند. پلیس بوستون روز پنجشنبه گفته در کالج امرسون در این دانشگاه 108 نفر دستگیر شدند و چهار افسر پلیس مجروح شدند. در لس آنجلس در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی نیروهای پلیس 93 نفر را در جریان اعتراضات چهارشنبه شب دستگیر کردند. در دانشگاه نیویورک همین هفته پلیس 133 معترض را با در همین رابطه شبکه یه خبری USA Today می نویسد حماس و رژیم جمهوری اسلامی تظاهرات ضد جنگ غزه را جشن میگیرند که دانشگاه های ایالات متحده در نوریده است این شبکه خبری می گروه شبه نظامی فلسطینی حماس و علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی علنا تعداد فضاینده اعتراضات و اردوگاه های ضد جنگ غزه را که در دانشگاه های کالیفرنیا تا ماساچوست برپا شده تحسین میکنند عزت ریشق یکی از اعضای دفتر سیاسی این گروه شبه نظامی روز چهارشنبه گفته که دولت جو بایدن حقوق دانشجویان و اعضای هیئت علمی را نقض کرده و آنها را بازداشت میکند این در حالی است که رژیم جمهوری اسلامی و حماس به دلیل سرکوب جنبش های اعتراضی خود مورد انتقاد جهانی قرار گرفتند